تست نور گرفتم ببندیم آبا شما دوستان من قطعا رضا هستم از دانمارک و دم شما گرم که کانال من رو سابسکرایب کردید ویدیو رو لایک میکنید و کامنت میذارید به من انگیزه میده ویدیو های بیشتر بر شما درست کنم دوستان تو این ویدیو میخوام راجب بحث شیرینه نه چندان شیرینه اما جذاب نجات پرستی با شما صحبت کنم و در مورد نجات پرستی هست این ویدیو خیلی از دوستان لغتش هم نمیگن من نمیم. چرا نمیگن میگن در مورد این اصلا دوست نداریم واجش واژهش رو هم بگیم چرا نگیم بعد در مورد صحبت کنیم که شفاف سازی بشه آگاه سازی بشه برای افراد دوستان نجات پرست لغت ریسیست به کسی که نجات پرسته و ریسیزم یا نجات پرستی این هم دوتا واژه انگلیسیش هست در مورد بحث نجات پرستی دوستان نجات پرسترین کشورها رو طبق آمار ارقام برای شما انتخاب کردم لیستش برای شما میخونم و به شما خواهم گفت که چه فاکتورهایی رو در واقع این ریپورت یا این گزارش در نظر گرفته اما قبلش اینو به شما بگم که رو به شما میگم فاکتورها رو به شما میگم اما قبلش اینو بگم که ببینید دوستان نجات پرستی مدل های مختلف داره بعضی موقع نامحسوسه یعنی اصلا شما نه طرف رو نه اصلا آشنایی باش دارید مثلا سیوی میفرستید برای یه کاری اصلا سیوی شما ریویو نمیشه ایگنور میشه به خاطر اون بگراند و یا اون نژادی رو که دارید یا از کشوری که اومدید به حال رفتاری مثلا یه حرفی میزنن با صحبت میان نجات پرستی میکنن بعضی موقع رفتار نشون میدن بعضی موقع بانکل برخورد فیزیکی بکنن به هر حال لایه‌های مختلف مدل‌های مختلفی داره نجات پرستی. در کشورهای مختلف توسط افراد مختلف گفتم که اینو در جریان باشید شما و یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه من این کشورها رو برای شما بخونم اینکه یه عادت بدی متاسفانه ما داریم ما ایرانی ها یک رفتار خیلی خوبی زیاد داریم اما این یکی بدیه رو خیلی اذیت میکنه متاسفانه این که به انگلیسی بهش میگن انگلیسی هم براش خیلی در واقع داستان این چیزا دارن کیلد مسنجر یه, مس... یه, خبر بدی به شما میگن مثلا توی میتینگ میخوای خبر بدی به منیجر بدی مثلا اه... یه کاری عقب افتاده یا یه ماتریالی نرسیده یا به هر حال یه مشکلی توی جا پیش اومده قبلش میگن پلیز dont kill the messenger بعد خبرشونو میگن میگن آقا مسنجر اون پیام آور و اون پیک رو در واقع تو نکش متاسفانه ایرانی ها این اخلاق بد رو دارن که کسی که بهشون خبر بد میده رو میان فوش و فضیعت این چیزا میدن یه بند خدایی توی دنبالش میکنم انگلیسی در مورد داده های آماری اقتصاد این چیزا میاد صحبت میکنه اولش وقتی یه چیزی میگه مثلا خیلی هیت میگیره میگه آ دون تکید وید می تکید وید دیتا میگه به من ربطی نداری آمار ارقامه مشکلی داری مشکل واقعیت حقیقت رو قبول کن دوست عزیز مثلا وقتی میگم هم گفت که ایران از آلمان نجات پرستره این آمار میگه مشکلی داری برو به خودتو درست کن برو با آمار ارقام میگه تعداد شکایتی شده تعداد گزارشاتی که اومده از بحث نجات پرستی و بیعدالتی ها و این چیزا شما مهاجرت کردی آلمان ممکنه من هیچ موقع نگفتم تو کشور اروپایی نجات پرستی نیست هست اما باید دید کدوم بیشتره بعد من همیشه گفتم وقتی میخواد مقایسه کشورها رو بکنید حتما جانب انصاف رو رعایت بکنید شما شانس بدت افتادی اون گروهی که به نجات پرستی شده بعد میگی نه آقا مثلا این طرف دروغ میگه یا حرف علکی میزنه یا هرچی که هست سعی میکنی قبول نکنی به خاطر اینکه تجربه تو با آمار ارقام نمیخونه به خاطر همین اینو من از دوستان خواهش میکنم که dont take it with me take it with data و قبل از اینکه انگشت اشاره رو ما همیشه منیجرمون میگه تو ویدیوهای قبلی هم گفتم وقتی که شما انگشت اشاره رو به سمت یکی میگیرید میخواید اون رو محکوم بکنید یادتون نره که سه تاش به سمت خود شما است و سعی بکنید که همیشه از خودتون شروع بکنید من خیلی سریع به شما میگم آیتم هایی که برای نجات پرستی کشورها در نظر میگن خیلی سریع به شما میگم نقض حقوق بشر، حس نابرابری، تضعیف انسجام جامعه، تاثیر بر روح و روان، نابرابری های اقتصادی این خیلی مهمه، کاهش دسترسی به فرصت ها، های حقوقی و اجتماعی، بی سیاسی، خشونت و درگیری و شهرت جهانی اون کشور در بحث نجات پرستی خب ما رو برای شما میخونم خیلی برای خود من هم جالب بود که ببینم که خیلی از کشورها برخلاف دیدگاه ما یک مقدار نجات پرست از بقیه هستن خب من لینکش رو برای شما میذارم زیر ویدیو حتما اون لینک هم برید اگه خودتون میخواید به عنوان رفرنس نگاه بکنید اگه خواستی جایی استفاده بکنید میتونید از اون لینک استفاده بکنید و کنفکر مویه هشتاد تا کشور بود که بررسی کرده بودن یه سری ها مثلا کشورهای توی آفریقا بعضی هاشون رو با آمار ارقامش دسترسی نداشتن اونها رو مثلا در نظر نگرفتن گفتم که بدونید از کل کشورهای دنیا نیست بلکه از حدود 80 کشور هست اون این کشورهایی که بررسی کردن اولین اولین و بیشترین کشوری که نمره گرفته برای نجات پرستی آفریقای جنوبی بوده که خیلی نجات پرستن دومیش هم مالزی بوده حالا من دیگه سوم چهارم اینا به شما نمیگم چون 80 کشور مهم ما رو میگم که برای ما ممکنه جالب باشه هفتمی افغانستان بوده یعنی اف، افغانستان توی نجات پرستی توی تاپ 10 نهمی فرانسه بوده من همیشه میگم دوستان با فرانسوی ها من هیچ موقع کنار نیومدم نمیدونم چرا دوستای زیادی هم دارم ولی از بحث اون ام اون حس حس استبداد نه استبداد نه حس استعمارشون برای کشورها از کشورهای مثل انگلیس و آمریکا اینا کمتر نیست فقط آبش نیست یعنی قدرتشون ندارن و اگر اگه بری تو قطر من گفتم توی ویدیو قبلا درست کردم اناونسمنت اون اناونسمنت شاپینگ مال های قطر سه زبونه عربی، انگلیسی و فرانسوی نشونه نفوذ زیاد فرانسه توی قطر داره که منبع انرژی پارس جنوبی که ما میگیم و نورتفیلد که اونا میگن، منابع عظیم گاز توی قطر هست و فرانسه هم اینو میدونه خیلی هم اونجا داره میخشو محکم میکوبه. 13 امی آمریکا، 16 امی ایتالیا، 21 امی ترکیه است انتظار میره ترکیه جز تاپ 20 اینا باشه حالا 21 امی ترکیه 24 می استرالیا اوزیا هم به قول خودشون استرالیا اوزی هم میگن اوزیا خیلی نجات پرستم من رو شنیده بودم قبلا و 27 هفتمی ایرانه یعنی میخوام اینو بگم یعنی من هنوز به آلمان نرسیدم هنوز به انگلیس نرسیدم هنوز به خیلی از کشورهایی که مهاجر ایرانی زیاد میره و قر میزنن فقط قر میزنن نرسیدم طبق آمار ارقام اون فاکتورهایی که برای گفتم کشور ایران از آلمان از انگلیس از دانمارک نجات پرستره این برای این برای دوستانی گفتم این کشورهایی بود که خودم رفتم مثلا من آلمان یک سال کار میکردم انگلیس که سیتیزنشیپ شهروند انگلیس هم 10 سال انگلیس بودیم 4 سال نیم الان دانمارکیم قطر کار میکردم هند بودم دو سال این کشورهایی که بودم من میدونستم ولی متأسفانه همیشه دنبال آمار ارقامی بودم که بگم چون که هر موقع میای صحبت میکنی از تجربه شخصی میگی تجربه شخصی خوبه برای سرگرمی اینا خوبه ولی متاسفانه قابل استناد نیست مثلا من هر چی هم بیام بگم آقا ما خودمون نجات, مثلا یا نجات پرستر مثلا آلمانی میو نجات پرستار دانمارکی هستیم اثباتش سخته بخاطر اینکه طرف نه آقا من فلان تجربه بعد داشتم فلان تجربه بعد داشتم نمیشه بهش استناد کرد برای همین اگه آمار میگه دون تکید وید می دو تکید وید دیتا مسنجر برید خودتون فرهنگ مزخرف رو کنار بذارید برید خودتون درست بکنید ایران 27 امی. آلمان 36 آلمان رتبه 36 شد اسپانیا 37 سوئد 38 انگلیس که این همه این میگن انگلیسی ها رو میدونم اینجورن اونجورن 44 یعنی دو برابر کمتر از ایران نجات پرستی داره در کشور انگلیس نروژ 53 فنلاند 61 از این 80 تا کشور یعنی کمترین یکی از کمترین مقداره گزارش نجات پرستی شد در فنلاند و اون عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی حقوق بشر این چیزا خیلی رایت میشه در کشور فنلاند سوئیس 63 هست دانمارک 64 من میگم دانمارک خوبه دوستان باور نمیکنه من بعد آمار بیارم نشونتون بدم مثلا دانمارک 64 که از بهترین کشورها هست 67 هم کانادا هست. حالا کانادا جالبه یکی از کشورهای خوبه در زمینه اینکه کمتر با شما نجات پرستی میشه فکر میکنم به دلیلی که مهاجر خیلی زیاده یعنی مثلا کی میخواد با شما نجات پرستی کنه مثلا کی مثلا هندی میخواد نجات پرستی هندی 8 خ... گیرون 9 نجات هم بکنه آدم خندش میگیره باور کنید من یکی از دوستان آمریکا زندگی میکنه بعضی موقع میگه که روسا اینجا خیلی نجات پرستن تو آمریکا میگه خیلی نجات پرستی میکنن البته یکی از دلایلی که آمریکا 13 همه فکر میکنم به خاطر اون بحث نجات پرستی با سیاپوستا باشه دیگه سیاپوستا خیلی منن گزارش میدن که با ما نجات پرستی شده و الی اینا ولی کلا میگن روسا نجات پرستن باور کنید دوستان باور کنید اگه یک یک نفر از کشور روسیه از کشور نمیدونم مثلا چک از کشور مثلا حتی انگلیس حتی مثلا کشورهای شرق اروپا حتی آلمان بخواد با من نجات پرستی کنه من خندم میگیره به خدا میگم چی مگه تو شما سوئیسین که داری نجات پرستی که خندم میگیره میگم برو بابا برو بذار کوزا بشه بخور ببین به عزت نفس شما برمیگرده مثلا میخواد چی بهت بگه مثلا یک مثلا انگلیسی یا نمیدونم مثلا یه دونه آلمانی چی میخواد به شما بگه چه حرف بدی میخواد به شما بزنه میتونه ازش شکایت کنه پوستشو بکنی اینجوری نیست با آمار ارقامم تو ایران بیشتر نجات پرستی میشه و خواستم این رو با شما در میون بذارم که بحث نجات پرسی چیه آمار ارقام چیه و هر موقع میخوام حرف بزنم من همشه گفتم دوستان خواهشن خواهشن سعی بکنید با آمار حرف بزنید که مولا درزش نره که مولای درز این صحبت شما نره یک نفر تجربه یک نفر ملاک نیست تجربه جامعه آماری تجربه جامعه مهاجرین که این تحقیق رو بر اساس اون به دست و شما چند درصدی خطا هم بذارید 5 درصد 10 درصد 20 درصد هم خطا بذارید برای این گزارش باز هم بعض ما خیلی خرابتر از بقیه کشور هست همیشه حواستون باشه که سه تاش به سمت خود ما هست ببینیم ما با خارجی ها چیده بر برخورد میکنیم با خارجی هایی که فکر میکنیم از ما پایین تر هنها نه خارجی هایی که مثلا یکی از سوئیس بیاد رو سرمون هم میزنش ولی های افغانی مثلا با یه دونه مثلا کسی که حالا مثلا کسی که تهرانی که از شهر کوچیک بیاد تهران یا مرکز استانه که از شهرستانه استان بیاد مرکز استان ما خودمون چطوری باشون رفتار میکنیم؟ چه دیدی بهشون داریم اما اول شروع میکنیم قضافت کردن باید ولی خب این یادمون باشه که باید از خودمون شروع کنیم خب دوستان خود شکن آینه شکستن خطا است امیدوارم که هر جا هستید همیشه سالم ثروتمند و سعادتمند باشید خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید و اینکه تا روزی دیگه تا ویدیو دیگه شب بخیر روز بخیر وقت بخیر هر کجا که هستید هر زمانی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید تا ویدیو دیگه فلان خدا نگهدار